بیا هم خراغلاست. په افغانستان کې د وسپنې ویله کولو صنعت پر پیاوړتیا باندې د اسلامي امارت د چارواکو لخوا څخه ټینګار شوی دی. اصلي پوښتنه راځي چې افغانستان کې اوس مهال د وسپنې د ویله کولو صنعت څه ډول روان دی؟ آیا دغه صنعت چې اوس مهال روان دی دا سوداګرو لپاره د قناعت وړ دی که نه دی؟ همدارنګه دغه وسپنه چې اوس مهال پرې بحث او خبرې کیږي دا په افغانستان کې تر کومې کچې پانګوالو ته په اسانه باندې پیدا کیږي؟ څومره پانګوال دغه وضعیت څخه خوښ دي؟ په دې موارده باندې بحث کوو. اقتصادي شنونکي عبدالنصیر رشته راسره پرلې کړئ. رشته صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی. لومړۍ پوښتنه مې همدا ده، لکه مقدمه کې مې چې ورته ویلی، په افغانستان کې اوس مهال د وسپنې د ویله کولو صنعت څه ډول دی؟ ډېره مننه، تشکر. خوشبختانه یکی از سکتورهایی که بعد از تحول در افغانستان بیشتر تانست که موقعیت خود حفظ بکنه و بتانه مارکت فلزات افغانستان از آن خود بکنه سکتور فولاد و یا سکتور ذوب در افغانستان بود که در حدود 50 فابریکه بزرگ و متوسط در افغانستان در سکتور فلزات و یا در تولید فلزات فعالیت میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری شده و در حدود 20 هزار زمینه کار و یا شغل به آنا ایجاد کرده و امروز خوشبختانه که ما در تولید انواع و اقسام فلزات به خودکفایی رسیدیم و حتی آماده ازی هستیم که بتانیم این فلزات خود به بیرون از کشور هم صادر بکنیم که این تانیسه یک نقش خیلی اساسی را در قسمت رشد اقتصادی و به مشکل در قسمت اشتغالزایی به مردم افغانستان امو نقش اساسی خود بازی بکنه و همچنان شما شاید هستین که امروز یک محفل بزرگی هم در ارتباط به حمایت و تشویق صنایع فولاد در افغانستان از طرف اداره محترم نرم و استاندارد و در این اداره برگزار شده بود که از مالکان صنایع فولاد در افغانستان تقدیر به عمل آوردن و از تولیدات و محصولاتی که اینا دارن در افغانستان تولید میکنن در بحث کیفیت و کمیت و همچنان در بحث استانداردسازی از اونا حمایت صورت گرفت. در کل صنایع فولاد در افغانستان از یک وضعیت خوب برخوردار است و تولیدات ما کماکان ادامه داره. رشته صاحب، ستاسو ته د یو سوداګر په توګه باندې یا نورو سوداګرو ته چې په دغه برخه کې کار کوي اوس مهال څومره اسانتیاوې درته شته او همدارنګه د کومو ستونزو سره لا تر اوسه پورې هم لاس او ګریوان یې چې غواړئ هغه اوج ته د صنعت چې ځان ورسوي لا تر اوسه پر هغه اوج ته نه یې رسیدلي؟ خب یک موضوعی است که مشکلات در افغانستان متاسفانه مشکلات عمومی است، نه تنها که صنایع فولاد به مشکلات داره دست پنجه نرم میکنه بلکه تماما تولیدات داخلی متاسفانه به مشکلات و یک چالش ملی و مشکل بزرگ ما کمبود انرژی است که متاسفانه افغانستان هنوز هم وارد کننده انرژی از بیرون از کشور است. ما تا هنوز در بخش تولید انرژی در افغانستان به او پیمانه پیش نرفتیم که بتانیم تمام نیازمندی های خود در داخل کشور تولید بکنیم. به او خاطر است که مشکل بزرگ و یا مشکل تمام صنایع در افغانستان کمبود و یا نبود برق کافی است که خوشبختانه در این قسمت هم یک مقدار تلاش ها صورت گرفته و شرکت محترم برشنا آنچه که در اختیار دارن و آنچه که در امکاناتشون قرار داره به صنایع افغانستان هم کار و اما انرژی که به افغانستان میه به یک مقدار شد به صنایع افغانستان هم میتر که از این بابت ما از شرکت برشنا راضی هستیم. اما در کل یک مشکل عمومی است که تا هنوز مانده. دوم بحثی است که تا هنوز یک مقدار سیاست هایی که بتانه در قبال صنایع در افغانستان ایمال شود هنوز یک مقدار مشکلات خود داره. به طور مثال
برخی از بیرون از کشور داخل افغانستان میشه و خانچه داره که ما فعلا در افغانستان داریم تولید میکنیم. در این قسمت یک مقدار هنوز کارا صورت نگرفته، امیدوار هستم که امارات اسلامی افغانستان به خاطر رشد صنایع و به خاطر اشتغال زایی و به خاطر حمایت از کالای داخلی بتونن اون کالایی که از بیرون از کشور وارد میشه و مشابه زیر ما در داخل با کیفیت بلند داریم تولید میکنیم حمایت جدی نماید. یو بس هم داره هی سوداگر په ټولو برخو کې یوازې د وسپنې په برخه کې د ویلیکلو په برخه کې نه، یعنی فولادو د په برخه کې نه، زما پوښتنه په ټوله کې د سوداګرو په تړاو نه. سوداګر وایي د کور دننه د خلک له کورنۍ تولیداتو ګټه واخلي او ملاتړ دې وکړي، برعکس خو دلته یو پوښتنه ده، کله چې د کورنۍ تولیدات څخه بحث رامنځته کېږي د کیفیت بحث هم ورپورې تړلی دی، که چیرې ځینې مواردو کې د خلکو روایت دا دی چې د بهر څخه چې کوم شیان راځي هغه د افغانستان کې دننه چې تولید کېږي له هغې څخه یو څه په کیفیت کې لوړ دي، نو دوی اړ دي چې د کیفیت لپاره له بهرنیو توکو څخه استفاده وکړي، ولې افغان سوداګر د کیفیت ته ډېره پام نه کوي؟ ببینین اینجا دو بحث وجود داره، باید سوال ما خود تفکیک بکنیم سوداگر با صنعتکار و مالد. ما برنامه امروز که به خاطر حمایت از صنایع پولاد در افغانستان صورت گرفته بود، در حدود 3 ماه قبل از امروز که ما داریم صحبت میکنیم یک هیئت ترکیب شده بود از اتاقهای صنایع افغانستان، اتاقهای تجارت و به شکل اتحادیه فابریکات زوان افغانستان و همچنان اتحادیه محترم ملی سندرد افغانستان. این هیئت تانیست که در مدت 3 ماه در تمام ولایت افغانستان که اونجا فابریکات فولاد فعالیت دارن از اینا یک بررسی و ارزیابی خود داشته باشند. که خوشبختانه امروز شما دیدیم که تعداد زیاد از این فابریکاداران ما و یا کارخانه‌دارا تانیستن که اونمو تندیس تقدیر از اداره نرم استاندارد بگیرن، یعنی یک معنا داشت که در حدود 90-95% فابریکات فولاد در افغانستان مطابق به معیارها و استانداردهای STM 615 که یک استاندارد جهانی است و قبول شده جهانی است اونا دارن تولید میکنن و یه از طرف اداره محترم نرم استاندارد بررسی شد و نتیجهش امروز شما دیدین. یک مقدار مشکلات تکنیکی که وجود داشت اینا هم از طرف اداره محترم استاندارد اونمو رهنمایی لازم صورت گرفت تا اینا هم بتانن آیسایس مطابق اونمو استانداردهایی که افغانستان قبول کرده و یا در تایید کشورهای دنیاست که STM 615 است اینا دارن آیسایس خود عیار میکنن، یعنی به این معنا که اولین سکتور که در افغانستان در بخش تولید تانیست که اعتماد اداره محترم نرم استاندارد داشته باشه او سکتور فلزات و یا فابریکات فولاد در افغانستان بود که امروز خوشبختانه تماما فلزاتی که در افغانستان در داخل کشور تولید میشه این دارای اونمو معیارها و استانداردهای جهانی است. اما یک بحث دوم اینجا وجود داره، بحث دومی است که متاسفانه کشورهای منطقه خصوصا کشورهای همسایه ما اونا تلاش به ای دارن که هیچگاه افغانستان روی پای خودش حساب نشه. تبلیغات زهرآگینی که در قبال تولید داخلی در افغانستان صورت میگیره این متاسفانه ناشی از اونمو خصومت هایی که کشورهای همسایه داره و مارکت 40 میلیونی افغانستان را نمیخواین که هیچگاه از دستشون بره. به طور مثال پیش از اینکه ما به تولید فلزات به خود کفایی برسیم سالانه 500 میلیون دلار ما از بیرون از کشور واردات داشتیم، اما امروز اینمی 500 میلیون دلار در اقتصاد خود ما داره در حرکت است و یا در چرخش است و بازارها جوار از کشور زمینه کار ایجاد کرده. یعنی به این معنا که کشورهای همسایه ما عمق استراتژیک شانی است که افغانستان کشور مصرفی و یک کشوری که مبدل به گرسان کالای بیکیفیت وارداتی از اونا باشه. بنان اینجا اولین کار که صورت گرفت که ما میخوایم باز هم از مسئولین امارات اسلامی افغانستان خصوصا از اداره محترم ملی استاندارد تشکری بکنم به بابت از اینکه اینا در این مدت یک سال نهایت تلاش خود کردن تا جلو کالاهای بیکیفیت وارداتی را در کشور ببینن و شما شاید هستین که به هزاران تن تیل بیکیفیت یا مواد بیکیفیت نفتی را اینا دوباره مسترد کردن و به می شکل کالایی که در افغانستان قبلا بدون چک و تست کیفیت داخل افغانستان می شد اینا را جلوش گرفتن. بنان اینمی یک فرصت خوب به خاطر از ایست که حالا ما که 5000 فابریکه داریم و در 61 نوع کالا به خودکفایی و یا نیمه خودکفایی رسیدیم و از طرف دیگه هم حکومت داره به صنایع در افغانستان به شدت حمایت میکنه، اینجا یک فرصت خوب به تولید کننده های ماست که مطابق استانداردها و معیارات جهانی خود آماده بسازن و در مشوره و
حمایت اداره محترم ملی استاندارد که به بسط ها نور و استاندارد آنها ساختن اینا را در کالای خود تطبیق بکنن، بدون شک مشکل کیفیت و مشکل کمیت انشالله یه حل خواهد شد. یا بل ستونز چه هر کل بس پیسای اغا دو وسپنه تا دلاس رسیب مسئله ده اسم حال دغه ستونز تا چم را تاسو تا اسانتیا پا دغه برخه کرمان سسیو هم دارنگا دو وسپنه دا قاچاق مسئله ده ایو اسم لافوانستان چه وسپنه قاچاق کیگی؟ خوشبختانه بعد از تحول در افغانستان تماما فلزاتی که به بیرون از کشور قاچاق می شد جلاوزی به شکل کلی گرفته شد. امروز شما شاهد ازی هستین که حتی یک کیلو فلز شما به بیرون از کشور قاچاق نمی شد. و یگانه مشکل اساسی فابریکات فولاد در افغانستان قبل از امارت اسلامی همی بود که 50% فابریکات مزدود شده بود. دلیل اساسی چی بود که مواد خام ما به بیرون از کشور قاچاق میشد. از طرف دیگه فساد گسترده که در ادارات ببخشید در گمرکات وجود داشت و آنالاتی که از بیرون از کشور وارد میشد اینا محصول پرداخت نمی کردن و قیمت ها به شدت پایین می آمد و یک بس سیاست دمپنگ کشور همسایه بود و از طرف دیگه فسادی که در گمرکات وجود داشت این دو عامل باعث شده بود 50% فابریکات ذوب در افغانستان در زمان جمهوریت به رکود مواجه شود. اما بعد از تغییر نظام سیاسی دو کاری که صورت گرفت که امروز شما در تولید فلز به خودکفایی رسیدین او این بود که اول فساد از گمرکات برداشته شد، امروز تن به تن کیلو به کیلو محصول میتن به هر کس که وارد بکنه، دوم جلو قاچاق یا هنالات کونه یا داغمر به بیرون از کشور گرفته شد که فعلا صنایع فولاد وابسته به فلزات کونه و یا داغمجات است که ما اینمی داغمجاتی که روزمره در افغانستان فلزات تولید میشه ما اونا رو دوباره پروسس میکنیم و از او ابو فلزاتی که مورد نیاز بازار است اونا رو تولید میکنیم به این وابسته است. خوشبختانه امروز مواد خام کافی در اختیار فابریکات فولاد در افغانستان است، اما ممکن تا چند سال آینده امی فلزات کونه و یا داغمجات و یا هنالات کونه خاتمه پیدا بکنه و خلاص شده. یعنی تاسی پا افغانستان که پا افغانستان که اسمحال خام مواد شته ده وسپنی ده ویلی کولو بدون شک مواد خام به شکل وافرج در افغانستان به فعلا به دسترس ما قرار داره، هر روز هم تولید میشه و هنوز فلزاتی که مربوط حکومت افغانستان میشه تا هنوز به فابریکات توزیع نشده. قبلا در زمان حکومت قبلی تماما فلزات و یا هنالات کونی یا داغمی که مربوط ادارات حکومتی بود اینا به فابریکات ما به خاطر حمایت و تشویقشان توزیع شده بود. امیدوارم هستیم که امارات اسلامی افغانستان هم داغمجاتی که در اختیار دارن اونا را به خاطر حمایت از فابریکات فولاد اینا را برشان توزیع بکنه تا ما بتونیم بیشتر زمین کار و اشتغال ایجاد بکنیم و در دراز مدت ما ضرورت داریم که بریم به طرف استخراج معدن که خوشبختانه مو ظرفیت و باید در اختیار سکتور خصوصی وجود داره که بره معدن افغانستان خصوصا معدن آهن استخراج بکنه. در ازیت من کوم رشته سب چوخ مرکر کور معدن ل تاسو قدرمن لیدونکو هم ډیره زیاته مننه کوم چې د دې خبري ټولګي لیدونکو وي مکس خورست بیرته راګرځو د څارخ پرونه هم پیلو.